درود و سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. من نصرالله قاضی هستم. برنامه امروز یک شنبه 26 مرداد ماه 1399 رو که برابر با 16 اوت 2020 و در خدمت رفیق علی دروازه‌قاری هستم رو به شما تقدیم میکنم. رفیق علی دروازه‌قاری از فعالین سیاسی، زندانی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی، استاد دانشگاه در آمریکا هستند. ایشون در این برنامه در مورد کرونا، عدم لیاقت جمهوری اسلامی در کنترل این مسئله و جان انسان‌ها و همینطور سایر مسائل جاری ایران با من صحبت کردن که امیدوارم این برنامه رو تا پایان گوش کنید و نظرات خودتون رو هم در مورد این برنامه با ما در میان بذارید. رفیق علی دروازه‌قاری از زندانیان سیاسی دهه 60، فعال سیاسی و از فعالان گفتگوهای زندان و استاد دانشگاه در امریکا هستند. البته رفیق علی دروازه‌قاری در مصاحبه‌ای در اوایل ماه می با تلویزیون راه کارگر با ما بود. رفیق علی، تقریبا 3.5 ماه از مصاحبه قبلی که با شما داشتیم سپری میشه و در این مدت نه فقط گسترش همه‌گیری کرونا متوقف نشده، بلکه به تمام قاره‌ها و کشورهای جدید هم نسبت به 3.5 ماه پیش راه پیدا کرده. طبق آماری که خب منتشر میکنن، البته بسیاری از کشورها این آمار رو دستکاری میکنن، ولی روی اون چیزی که میشه حساب کرد اینه که تا الان نزدیک 21 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا شدن و حدود 670 هزار نفر هم جون خودشون رو از دست دادن. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی توی فهرست 124 کشور جهان هم به لحاظ ابتلا و هم تعداد جان باختگان توی رده دهم قرار داره و الان به ازان مقامات بهداشتی اون پیک دوم کرونا که از پیک اولش هم ظاهرا کشنده تره شروع شده، که البته خب میدونیم آمارش همیشه دستکاری میشه. ولی در هفته گذشته روزنامه جهان صنعت با محبوب‌فر عضو ستاد مبارزه با کرونا مصاحبه کرد و ایشون گفت که ملاحظات سیاسی و امنیتی باعث شده تا آمار کرونا قطعا مهندسی شده به جامعه تصویب بشه و خب آمار مبتلاها و کسانی که فوت میکنن توسط وزارت بهداشت شاید 1/20 آمار واقعی که اعلام میشه. این روزنامه البته بلافاصله به خاطر این خبر رسونیش توقیف شد. به نظر شما پنهانکاری در ارائه آمار واقعی چه تأثیراتی در مبارزه با کووید 19 میتونه داشته باشه؟ و این نوع امنیتی کردن آمار واقعا به قصد خاصی صورت میگیره؟ نظرتون چیه؟ با درود به شما، به درود به تمام بینندگان شما، با سلام به همه اون کسانی که برای راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی و بهداشت جهانی فعالیت میکنند، همیشه میگم که امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. متاسفانه من دارم این لغت خوش رو در میارم و میگم امیدوارم خوب و سلامت باشید.
امیدوارم که همیشه خوب باشید، امیدوارم دنیا دنیایی باشه که خوش باشیم. به نظر من دنیا زیباست ولی زندگی امروز زیبا نیست. قبل از اینکه بخوام وارد بحث شما بشم، میخوام از همینجا سلام و درود بفرستم به تمام اون کسانی که همین امسال به قول معروف سال ماه آگوست و سپتامبر که میاد یا شهریور که میاد یاد تمام اون عزیزان گرامی باشه. عزیزانی که در ایران، در دنیا برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند، به خصوص کشتار سال 67. امروز همش میگن که پرستاران و پزشکان و کارکنان بیمارستان ها واقعا به اصطلاح کوشش زیاد میکنن، ولی امروز همه یادشون نره که امسال یا این ماه، ماه کشتار تمام زندانیان سیاسی که در ایران وجود داشتن. بر صورت من از امروز، من همیشه آگوست که میشه من کارم رو ول میکنم، یعنی چه در دانشگاه که درس میدادم چه در بیمارستان که کار میکردم، من این ماه رو ماه به نوعی غمگین میدیدم. در صورت امیدوارم که دنیای بهتری باشه و امیدوارم که به یاد داشته باشیم تاریخ آنهایی رو که برای عدالت اجتماعی، برابری، آزادی با هر اندیشه‌ای که داشتن، چه موافقشون باشیم چه نباشیم، جمهوری اسلامی اینها رو اعدام کرد. ببینید، قبل از تکی دوباره بازم تکرار بکنم که من یه پوزشی هم از شما میخوام و از بینندگان شما میخوام که در صحبتی که در گذشته کردم من یه اشتباه لپی کردم و اون اشتباه لپی این بود که زن در اسلام ارث یک هفتم رو میبره، یعنی همسر یا همسر یک مرد یک هفتم رو میبره، ولی وقتی گوش میکردم گفتم که هفت هشتم رو به ارث میبره، در صورتی که اینجوری نیست. من این پوزش رو میخوام و امیدوارم کسانی که صحبتهای من میشنون اگر اشتباهی میبینن تصحیحم بکنن. من به هیچ وجه قصدی ندارم که بگم اون چیزی که من میگم صحیح است. ببینید، در رابطه با مسئله که مطرح کردید، من خیلی ساده بگم، دلم میخواد همیشه مسائل رو ساده مطرح بکنم که قابل فهم باشه. استفاده از لغت‌های بزرگ و به اصطلاح لغت‌هایی که آدم‌ها رو فکر میکنن که خیلی باسوادن، به نظرم این به نوعی ما تو فارسی بهش میگیم قمپوز در کردنه. اگر میخواید یک مسئله رو بررسی بکنیم، باید علمی مسئله رو بررسی کرد. اگر میخواید شما کرونا رو میخواید بررسی بکنید و اینکه چرا دروغ میگن، باید این رو قبل از هر چیزی به صورت علمی خود کووید 19 رو باز کرد. و اگر میخواید اگه میخواید هندونه رو شما بشکافید، نمیتونید با چاقو این مسئله رو عمل بکنید. بعضی‌ها نمیتونید با قیچی این کارو بکنید، بلکه باید با هندونه رو باید با چاقو برید. قیچی موی سر رو میبره، نه چاقو. یا یه بار دیگه هم فکر کنم بارها گفتم که شما وقتی میخواید که پیشگوشتی رو استفاده کنید، پیشگوشتی دو سو هست، چهار سو هست، پنج پر هست، هر کدومش استفاده خاص خودش رو داره. در نتیجه مسئله کووید 19 رو اگه میخواید از نظر علمی بخوایم بررسی بکنیم، باید علمی برخورد کرد به قضیه. یعنی علمه که این مسئله رو باید باز بکنه. یکی از مشکلاتی که الان ما داریم و شما مطرح میکنید، 21 میلیون نفر بهش مبتلا شدن، 670 هزار نفر فوت کردن، اگر آمارها درست و صحیح و دقیق هم باشه، این نشانه این هستش که بعضی ها میخوان که بنفشه رو به خودتون بخورید و نمیدونم الان تازگی یه کسی اومده میگه نیش زهر زنبور رو بیاریم بزنیم. دونالد ترامپ مطرح کرد که بایتکس رو برداریم بزنیم به بدن به قول معروف. هر کدومشون یک نمیدونم ادرار مثلا شتر رو بخوریم، این کار رو بکنیم. اینها داستانهایی هستن که هیچ زمینه علمی ندارن. در چه باید با قضیه به نظر من علمی برخورد کرد. این که وزارت بهداشت میاد مسئله رو مطرح میکنه، به قول شما صحبتی که میکنه محبوب فر مطرح میکنه و درش رو تخته میکنن، واقعا از این زاویه است. ببینید، من مثلا پاتولوژیست نیستم و نمیتونم راجع به مسئله پاتولوژی صحبت بکنم. فکر کنم اینو باید بذاریم به عهده اون کسانی که میتونن سلول یا ویروس کووید رو باز بکنن،
بشکافنش و بگن چی هست، چی جوری هست و بهش برسن و این رو از نظر پاندمیکی بازش بکنن. ولی من دلم میخواد یه چیزی رو قبل از هر چیزی بگم، چون به نظر من به عنوان یک آموزگار، به عنوان یکی که تدریس میکنه، من همیشه میخوام شاگردام بفهمن اون چیزی رو که ما میدونیم، به خاطر اینکه آگاهی معیار اصلی حرکت اجتماعی است به نظر من، حرکت اقتصادی هست، حرکت انسانی هست، بهداشت هست. بنابراین وقتی که ما میخوایم کووید رو بخوایم باز بکنیم یا بشکافیم، بهترین راهی که من میخوام توضیح بدم اینه که فکر کنم دفعه پیش یه خود توضیح دادم از این قضیه، و اگرم این قضیه رو دوباره تکرار میکنم واقعا شرمنده هستم، به خاطر اینکه من تو خیابونا میبینم مردم این ماسک زدن، توی ماشین نشستن، دستکش دستشون کردن و توی ماشین تنها نشستن. یا توی ایران من میبینم مردمی هستن که دیدم، بارها دیدم که اینها تو خیابون دارن میرن، اصلا ماسک نزدن یا ماسکای اضافه بر سازمان زدن. اینم بگم که عموی من توی ایران و پسرعموی من، یکی از پسرعموهای من فوت کردن و اینها به خاطر کووید بود. یه پسرعموی من تو ICU بود، یه دونه نوه خاله من 4-3 هفته قرنطینه بود. یعنی این اصل بدیهی هست که امیدوارم کسانی که میبینن تا اونجا که من اطلاع دارم این قضیه رو توضیح بدم، به خاطر اینکه به نظرم خیلی مهم هستش. و اونم اینه که میکروب مثلا باکتری ها عناصری هستن، موجوداتی هستن که به نظر من اگه بخوام ساده گفته باشم مثل سرمایه دارها میمونن. یعنی میره یه بقالی توی محل باز میکنه و سعی میکنه که اونجا زاد و ولد بکنه، سرمایه به وجود بیاره. میکروب ها وقتی وارد بدن میشن از خود بدن استفاده نمیکنن، بلکه از اون زمانی که اون تو هستن، از اون موقعیت و به اصطلاح جغرافیا، یا اگه بخوام در بدن بگیم از اون جایی که هستن استفاده میکنن و سعی میکنن رشد بکنن. اگر شما مثلا فرض کنید مثانه تون میکروب اونجا پیدا بشه، مثانه تون میکروب یورینری تراک انفکشن بهش میگیم، اونجا پیدا بشه سعی میکنه اونجا رشد بکنه، از خود بدن استفاده نمیکنه، سعی میکنه از شکرهای بدن استفاده کنه، سعی میکنه از بدن استفاده کنه، ولی از اون موقعیت به اصطلاح جغرافیایی استفاده میکنه. شما وقتی دستتون بریده میشه، پاتون بریده میشه، میکروب که میره اونجا، میکروب اونجا میشینه، جمع میشه و سعی میکنه رشد بکنه. درست مثل نظام سرمایه داری. شما یه رستوران بزنید مثلا توی دروازه قار، یه رستوران بزنید توی میدون اعدام، یه رستوران هم بزنید سر مثلا فرض کن چهارا گلوبندک. بستگی داره که کجا بزنید، چه جوری بزنید میتونید رشد بکنید یا میتونید در دکونه بغل در دکونه به صورت تخته کنید. تنها راه از بین رفتن این اینه که این رشد نکنه. و تنها راه رشد نکردن باکتریا در بدن، اگر بخوام ساده گفته باشم، دو نوع هست. یکی این که این رو انکپسولیت بکنه، یعنی کپسولش بکنه، یعنی اون آنتی بیوتیکای هستن که انکپسولیت میکنن، یعنی میرن روش خفش میکنن و نمیذارن رشد بشه، نمیذارن بره بیرون. یه سری دیگه از باکتری آنتی بیوتیکا هستن که میرن توی خود این کپسول، کپسول رو باز میکنن و در نتیجه چیکار میکنن؟ حمله میکنن توش. یعنی به عبارت دیگه تنها راه نجات از سرمایه داری اینه که یا باید سرنگونش کرد یا بازش کرد خفش کرد. خیلی ساده است. یعنی اگه بخوام تو مسئله اجتماعی برم، مثلا ویروس یه جوری شکل دیگه هم برد میکنه. ویروس وقتی وارد بدن میشه، سلول های بدن رو میگیره، چون خودش آرنه ای داره، میره سراغ دی ان ای، میره داخل سوراخ میکنه اون خوده، یعنی به ما بشیم به صلاح شاخک های سلول، میره اونجا میشینه مثل در میمونه، در رو باز میکنه میره تو. وقتی رفت تو اون سلول رو از بین میبره. حالا اینو من همیشه میگم چی؟ مثل آخوندا میمونه. اگه در مسجد ببندی، اگه در خونه رو ببندی، اگه قرآنش رو بذاری دم به در، هیچ کار نمیتونه بکنه. یه بیل بده دست یه آخون، هیچ کار نمیتونه بکنه. تنها راه نجات ویروس نه تنها مبارزه باهاش هست، بلکه راه ندادنشه. خیلی ساده است. به خاطر همین وقتی شما میبینید که توی کشورهایی مثل آمریکا و ایران و مثلا برزیل مثلا یا کشورهای اروپای شرقی یه سریشون هستن اینها رشد میکنن، یا مثلا تو خود سوئد هست،
اینها به خاطر اینکه اینا راه میدن، یعنی در رو باز گذاشتن، نبستن خودشون رو، و این ویروس وارد مملکت شده، یعنی وارد بدن میشه. به همین خاطر تنها راه جلوگیری تا اونجا که ما میدونیم تنها راه جلوگیری از ویروس سرماخوردگی، انفلوئنزا و امثال هم اینی که راش ندیم. چجوری راش ندیم؟ دستمونه بشوریم. و بعد وقتی شما ماسک میزنید، این ماسک باعث میشه که چیزی بیرون نره، یعنی اون اگر شما این چیزی که دارید توی دهنتون هست و بزاقتون هست، بزاق دهنی هست، وقتی که میرید به طرف مقابل، به طرف مقابل به اون نشینه. بخاطر که کووید تا اونجایی که من میدونم اصولا نه تنها پرش داره، سنگین هست، رو زمین میشینه. به خاطر هم میگن 2 متر فاصله داشته باشید. و این رو متاسفانه عمل نکردن. و علت این که این عمل نکردن اینه که یه مش آدم های نمیخوام بگم احمق صرفاً، به خاطر اینکه دونالد ترامپ احمق نیست، شاید واقعا فاسد باشه، یا آدم روحانی مثلا شما نگاه بکنید، یا این آخوندهایی که نگاه میکنید میبینید که این آخوندها بر اساس این که سعی میکنن سوار مردم بشن دارن چیکار میکنن؟ دارن این مسئله رو باز میکنن، انگار دارن منفعت میبرن از این قضیه، و واقعا دارن منفعت میبرن از این قضیه. شما اگه نگاه بکنید ببینید که کرونا، اگه در کرونا رو می‌بستن، اگه یک ماه مملکت رو می‌بستن، اگه در خونه‌ها رو می‌بستن، واقعا مردم دیگه به این مسئله دچار نمی‌شدن. حالا اومدن بحث می‌کنن که آیا این مسئله کرونا رو چین به وجود آورده، یا آفریقا به وجود آورده، یا نمی‌دونم آمریکا به وجود آورده، یا کجا اومده. مردم براشون مهم نیست به نظر من. من برام مهم نیست که، نه اینکه بگم مهم نیستش ها، اینو باید بذاریم روی علم پیدا بکنه، باید بذاریم دانش پیدا کنه، اینو بذاریم جاسوسا پیدا بکنن. ولی الان من چیکار بکنم با این قضیه؟ من الان نشستم اینجا کرونا دم در واسطه چیکار بکنم؟ تنها راش اینه که راش ندیم. و متاسفانه الان آمارهایی که اینا دارن میدن یه بخشش هستش و اونم اینه که اینقدر پررو هستن اینها، واقعا همونجوری که خودتون میدید دیگه، مثل اون چیزی که روز اول خمینی مطرح کرد، آب، برق، گاز، مجانی، هنوز با همون پررو‌گیری دارن چیکار میکنن؟ آب و برق و گاز مجانی رو کردن 10 برابر یادشون هم میره. یعنی اینا دروغایی که خود دونالد ترامپ هم مطرح میکنه، که امروز یه خبری اومد و اونم که یه خبرنگاری ازش پرسید، گفت خجالت نمیکشی، پشیمون نیستی از این؟ خب نفر بعدی اینه که اگر ایران نفر دهم هست، علتش اینه که اینها در حقیقت سعی نمی کنن برای مردم کاری بکنن، هیچ کاری به کار مردم ندارن. آیا اینها منفعت اقتصادی از این قضیه می برن؟ من می تونیم روی این بحث صحبت بکنیم، روی این مسئله بریم و مسئله رو بشکافیم. برصورت مسئله کرونا کردن مطرح می کنید، به نظر من یک مسئله تنانی نیست صرفا. تنانی منظورم بدنی نیست صرفا، مریضی نیست، بلکه روانی هم هست. حالا من خیلی دلم میخواد بیام مثلا لندن، نمیدونم شما لندن هستید، انگلیس هستید، در جا هستید، من میخوام خیلی دلم میخواد بیام ببینمتون، خیلی دلم میخواد که گو برنامه کشتار دهه 60 رو بذارم. بعدم تنها نشستم اینجا، نمیدونم از طریق کامپیوتر این کارو بکنم. به نظر من این مسئله بهداشتی صرفا نیست، بلکه مسئله بهداشت به مفهوم جسمی، چون انسان یک مقوله اجتماعی هست. انسان رو اگر بکشید از طرف یک نفر درش بیارید بکنید توی مثلا فرض کنیم یه گلدون، چیزی ازش در نمیاد. نه چی میگم؟ به خاطر همین فکر کنم که خیلی مهمه که این مسئله علمی باهاش برخورد بشه. اگر امام رضا میتونست کاری بکنه برای خودش میکرد، اگر امام رضا میتونست کاری بکنه برای معصومه خواهر جوونش میکرد، اگر اینا میتونستن کاری بکنن، اگر میتونستن ذریع امام رضا میتونه شفا بده. و امروز هم که همونجوری که میدونید که اومدن مسئله تاسوعا و عاشورا و محرم رو مطرح کردن. رفیق علی، شما زمین صحبتتون اشاره کردید به مسئله ICU و اینکه بسیاری از شهروندان ایرانی ما، من جمله آشناهای خودتون، توی بیمارستان و آی سی یو بودن. ببینید فشار کرونا در حالی که نظام درمانی کشور داره میره توی روند خصوصی سازی و در حقیقت کاهش بودجه دولت، و از طرفی هم خب سیاست ریاضت اقتصادی وجود داره،
توی شهرهای بزرگی مثل تهران تختای ICU و شهرهای دیگه در مجموع طبق اخباری که میاد اینه که تمام این تختای ICU پر شده و پزشکان مجبورن در مورد کسانی که میخوان ازشون مراقبت کنن تصمیم بگیرن که به کی اجازه بدن وارد ICU بشه و به کی این اجازه رو ندن، که خب این تصمیم خیلی دردناکیه. به نظر شما چرا مسئولین ایران و کسانی که دستن در کار به اصطلاح پیشبرد امر بهداشت درمان هستن این سیاست ها رو انتخاب میکنن؟ این رابطه حکومت با مردم همیشه بر مبنای اون نظام سرمایه‌داری، البته همیشه بر مبنای این بودش که وقتی شما کار میکنید منفعت دارید، وقتی شما منفعت دارید یعنی منفعت براشون میرید، سوداوری میکنید براش، شما خوب هستید. من شما یاد داستان منصور یاقوتی میندازه، نمیدونم منصور یاقوتی رو بشناسید یا نه. منصور یاقوتی، من زمانی که بچه بودم انتشارات شبگیر میرفتم با علی اشرف درویشیان من آشنا شدم، منصور یاقوتی رو اونجا دیدم. بعد از انقلاب بعد دیگه اصلا ندیدم ایشون رو، نمیدونم ایشون هستن نیستن، زنده هستن کجا هستن، سلامت باشن. یه داستانی داشتن به اسم گل خاص، داستان یک انسان بود با یه اسب، یه درشکچی به قول معروف، که این اسب در جوونیش در زندگیش برای این همیشه درآمد داشته، ولی وقتی پیر شد، این موقعی که پیر شد نه خود پیرمرد میتونست کاری بکنه نه اون اسب پیر میتونست برای این کاری بکنه، از طرف دیگه ماشین اومده بود این وسط و ماشین باعث شده بود که مردم دیگه سوار دروشکم بشن. این اسب که خودش هم میتونست به تنهایی راه بره خیلی خوب بود. جدال یک انسان رو با طبیعت رو نشون میداد و عشق یک انسان رو به اسب نشون میداد. یعنی وقتی شما اینو نگاه میکنید میبینید که دقیقا نظام سرمایه‌داری برعکسه. نظام سرمایه‌داری عشق برای انسان‌ها نداره، بلکه منفعت و سوداوری رو درش می‌بینه. به همین خاطر وقتی یه کسی که میتونه کار بکنه خوبه، وقتی کار نمیتونه بکنه گوره پدرش. درسته وقتی شما میگید که بیمارستان‌ها یک انسان، یک کارگر، یه زحمت کشه، کسی که کار میکنه، حتی دکتری، پزشکی، مهندسی، نمیدونم هر کسی که باشه، تا زمانی که نتونه به قول معروف کار بکنه مریض که میشه، خرج میفته به گردن اون طرف. از طرف دیگه شما صحبت از خصوصی سازی کردی، توی ایران هم همیشه وجود داره و همیشه هست. توی ایران هم همونجوری که شما میدونید کارگران هفت تپه ریختن تو خیابون، هپکو ریختن تو خیابون، و علتش هم خصوصی سازیه. وقتی شما خصوصی میکنید یه چیز رو، یعنی من این کار رو میکنم که بخوام منفعت در بیارم. حالا اگه کسی مریض بشه کی باید پولش بده؟ یا خود طرف باید بده یا خود کارفرما بده؟ به همین خاطر توی آمریکا اگه نگاه بکنید سعی میکنن از این زاویه خرج بهش میگیم دیگه، مثلا خرج و دخل دیگه، دخلش میره بالا اگه خرجش بیاد پایین، اگه خرج بره بالا دخلم میاد پایین، در حقیقت یعنی این تعادل برقرار بشه. اینا نمیتونن این کارو بکنن. به همین خاطر توی آمریکا همونجوری که بکنم دفعه پیشم صحبت کردیم، توی آمریکا هم خصوصی هست، یعنی بیمارستان های آمریکا اکثرا خصوصی و غیر انتفاعی هست، و جالبیش هم میگه غیر انتفاعی هست. و اگرم خوب دقت بکنید شرکت های بیمه سعی دارن میکنن فقط در زمانی برای شما به وجود که پول بهشون بدید. بنابراین وقتی کرونا میاد، وقتی مثلا خود من شخصا وقتی رفتم تست بدم بنا به دلیلی $250 باید میدادم. در نتیجه مسئله خصوصی سازیه. چرا یک شرکت، یک بیمارستان بیاد برای شما مثلا فرض کنیم ICU بذاره؟ به همین خاطر سعی هم نمی کنه که بیشتر بسازه، چون شما وقتی 100 تا بیمارستان 100 تا تخت داشته باشید، ولی 100 تا باید پر بشه دیگه. مثل یه ماشین میمونه، یه اتوبوس میمونه، اگه خراب بشه اون اتوبوس دو تا ماشین مسافر ببره، خب سعی میکنن مینیبوسش بکنن. اگه مینیبوس هم بشه میکننش ماشین کوچیک، به قول معروف ماشین شخصیش میکنن. اگر شما مینیبوس دارید دو طبقهش میکنید اگه مسافر زیاد داشته باشید. به همین خاطر حکومت هیچ وقت در حکومتی که درش منفعت مردم نباشه، درش
خواسته های مردمی نباشه، یعنی اگه حکومت مردمی نباشه مجبور چیکار بکنه؟ به همین دردی که شما میگید مبتلا میشه. مثلا فرض کنیم ایران، شما میگید ایران دهمه، آمریکا نفر اوله. حالا ایران میگیم که مردم امام حسین و امام رضا رو قبول دارن، یا میرن اونجا، یا شلوغ، یا حکومت رذلی داریم، حکومت پستی داریم که براش انسانها ارزش ندارن. خب توی آمریکا نگاه بکنیم، مهد تمدن به قول معروف، مهد به قول یارو گفتنی پزشکی، مهد همه این چیزها هست. علتش اینه که کسی مسئول بهداشت مردم نیست، یعنی کسی نیستش که بگه که آقا چرا مردم دارن میمیرن. از این 670 هزار تا 170 هزار تاش مال آمریکاست حدودا. ببینید خیلی ها، یک هفتمش مال آمریکاست. چرا؟ به خاطر اینکه دولت آمریکا خصوصیه این مسئله بهداشت. و از این زاویه اگر نگاه بکنیم میبینیم که خصوصی بودن در مقابل مثلا شما آلمان رو نگاه بکنید، مثلا کشورهای اسکاندیناویایی رو نگاه بکنید، مثلا ایتالیا رو نگاه بکنید که چقدر قشنگ مهار کردن. چرا؟ چون به نوعی درمان عمومی وجود داره. ولی تو انگلیس مثلا خیلی نسبتاً بدتره، به خاطر اینکه انگلیس بینابینی داره میشه. من از اون زاویه که نگاه میکنم میگم به نظر من خصوصی سازی همون صحبتی که توی ایران دارن کارگران نیشکر اهواز میکنن، همون کارگران هپکو میکنن، دقیقاً در یک سطح هستن، دقیقاً در یک سطح هستن. بله، شما توی صحبتاتون به مسائل مختلفی اشاره کردید، مثلا سیاست‌های دولت، سیاست‌های انقباض اقتصادی و خصوصی سازی و مقدار تخت‌های بیمارستانی به خصوص ICU که برای بیماران کووید 19 مهمه. یکی دیگه از مسائلی که باز تو همین رابطه و به خصوص در ایران الان مشکل بزرگی درست شده، به خاطر فشار زیاد بیماران کووید 19 که مجبورن از بیمارستان استفاده بکنن، فرسودگی و خستگی زیادی به کادر پزشکی داره وارد میشه. یه مقدار آماری هست که مثلا گفته میشه که در حدود 7000 پرستار به این بیماری مبتلا شدن و تقریبا 150 پزشک و پرستار و سایر اعضای کادر پزشکی به خاطر ابتلا به کووید 19 جون خودشون رو از دست دادن. باز آماری هست که نشون میده توی 10 سال گذشته به ازای هر دو تا پرستاری که بازنشسته شده، اینا فقط یه دونه پرستار بیجاش استخدام کردن. یعنی میبینیم که توی 10 سال گذشته این نیروی متخصصی که میتونه خیلی کارا باشه چجوری مقدارش رو کم میکنن، و تازه اونایی هم که جدیدن استخدام میکنن همه استخدامای به اصطلاح غیر معتبره، با حقوقای خیلی پایین، زیر خط فقر و گرسنگی، و هیچ امتیازات شغلی هم ندارن. حتما شما هم اطلاع دارید که توی حوالی 20 مرداد بود اگر اشتباه نکنم، پرستاران چندین و چند استان بزرگ ایران مقابل استانداری های خودشون تجمع کردن و به این نداشتن امنیت شغلی خب اعتراض کردن. ترازنامه جمهوری اسلامی رو در این شرایط تهاجم مرگ آفرین کووید 19 شما چطوری میبینید؟ جمهوری اسلامی ترازنامه خوبی که نداره، هر جا که برید این ترازنامه نداره. یعنی جمهوری اسلامی از بدوش، نظر من اینه، از بدو ابداعش دروغ گفته، چپاول کرده، کشتار به وجود آورده، تو سر مردم زده، یا روسری یا توسری بوده. هرچه من تعجب میکنم شما میگید ترازنامه جمهوری اسلامی اینجا چی بوده؟ خب بسنه ببخشید، ترازنامه معنیش مثبت نیست، ترازنامه خیلی منفی باشه.
من میخوام برنامه جمهوری اسلامی هیچ وقت مثبت نبود اصلا، یک مثبت هم نداره. شما این ترازنامه منفی رو چطوری میبینید؟ و میخوام یه بعد میخوام دارم میخواد خودمونی باشه این بحث. بعد این چیزی که میگم واقعا ببخشید من ها، ولی واقعا جمهوری اسلامی ترازنامهش کاملا مشخصه. از اون اولش که به دنیا اومده، از اون اولش که بعد بدوش، حتی در سینما رکس آبادان رو هم که بعدها مشخص شد، کشتارهایی که سال 1358 در کردستان شروع کرد، یعنی جمهوری اسلامی یه ترازنامه، یه دونه ترازنامه درست به درست حسابی نداره به نظر من. ولی سوال شما خیلی به نظرم کاملا درسته است. اولا که جمهوری اسلامی برای پزشکان و پرستاران که هیچی، برای انسانها اصلا پشیزی ارزش قائل نیست. شما فقط به فقط نگاه کنید به اون کشتاری که تو سنندج کرد. من در صحبت قبلی من گفتم فکر میکنم که در رابطه با احسن ناهید بود و شهین باوفا بود و کسایی که اسم بردم و میبینید شما و چقدر انسانهایی بودن که انسانهای بسیار خوبی که در زندان من چند تاشون رو دیدم، پزشکان یا داروسازان و پرستارانی بودن که من حداقل اسمشون هم حداقل خانماره میدونم. اینه که واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی هر جوری که باشه دنبال این میگرده که دروغ بگه و سر مردم کلاه بذاره. و همونجوری خودتون هم میدونید در طول داستان مطرح میکنن که نمیدونم 78 میلیارد دلار، نمیدونم چقدر میلیارد دلار هم هر سال دارن میدوزن و میارن بیرون و کانادا و آمریکا و انگلیس و آلمان رو پر کردن و دارن به قول من چپاول میکنن. بعد هم که چین اومده توی ایران و به قول معروف دارن دریای خزر رو خالی میکنن. درچه این که جمهوری اسلامی ترازنامش چی هست مشخصه، ولی واقعا سوال شما واقعا به جاست و درسته که چه تأثیری رو پرستارها داره و چه تأثیری روی پزشکان داره. ببین مسئله عرضه و تقاضاست. شما وقتی آمارش الان دستم نیست، ولی دفعه پیش مطرح کردیم که در ایران فکر کنم 1700 تخت آی سی یو وجود داره. این تخت آی سی یو باید پر بشه. وقتی پر نمیشه الزامی نداره که بیشتر بذاره. این نظام اینه، نظام ممانعت و پیشگیری نیستش که، یعنی مثلا بگه اگه یه روزی یه اتفاقی بیفته مثلا من این کار رو بکنم، ذخیره داشته باشم، ذخیره پولی داشته باشم، ذخیره اجتماعی داشته باشم، ذخیره بهداشت و آموزش داشته باشم، مثلا چیکار بکنم که مثلا مردم سوادشون بهتر بشه، سلامتشون بهتر بشه. این ذخیره نداره جمهوری اسلامی. درنچه اگر 1700 تا تخت آی سی یو داره، اگر 170 نفر باشن این بقیهش خالی میمونه و ضرر میکنه، اگه 2700 نفر باشه مجبوره تو خیابون بخوابونه. این واقعیتیه که وجود داره. و از طرف دیگه اینها احتیاج به کسانی دارن که احتیاج داشته باشن. اگر احتیاج نداشته باشن نمیخوان داشته باشن، به همین خاطر سعی میکنن براشون ارزشی نداره. یکی از خاطرات، یه چیزی اتفاقی که توی ایران افتاد، یکی از دوستان من توی ایران مطرح میکرد، من خبرش شنیدم، یکی از دانشگاه ایران 30 از دانشجوهای سال چهارم پرستاری رو فرستادن توی بیمارستان ها برای به اصطلاح بالینی عملی، به قول من رو کلینیکال ما بهش میگیم. به اینها روزی یه دونه ماسک میدن، روزی یه دونه ماسک. و این ماسکی که ما مطرح میکنیم ماسک N95 هم نیستش، یه ماسک معمولیه که به قول معروف توی اینجا بقالی هم که بدی بهتون یه دونه مجانی میدن. اینها در عرض روز باید یک دونه صبح تا شب، حالا نمیدونم 8 ساعت بوده 12 ساعت بوده، این ماسک رو میذاشتن روی صورتشون و میرفتن داخل و بیمارستان نمیده، بلکه باید خود دانشگاه بده. مسئله دوم، حالا یه نظر پزشکی چه اشکالی وجود داره درش؟ با من هم اینه که اگر من رفتم توی اتاق یه مریضی ماسکو زدم، طرف وقتی که مثلا چیزی داشت به من برخورد کرد، من اگه اومدم بیرون اگه به این ماسک دست دادم من هم مریض میشم. حالا برای اینکه شما بدونید اینو چیز میگم، خبر دقیقی هم هست، از این 30 نفر 3 نفر از اون دانشجوها کرونا گرفتن، مثبت شدن. یعنی 10% دانشجویان کرونای مثبت گرفتن. حالا شما حساب بکنید که این چه تأثیری در خانوادهشون میذاره. یعنی این طرف، این بچه یا این جوان یا این خانم یا این آقای دانشجوی پرستاری میره خونه و همونجوری که خودتونم میدونید، البته من نمیدونم که الان چه جوریه وضعیت، ولی ما تو خونه تعدادمون خیلی زیاد بود،
رابطه هامون هم شما اگه برید توی محل ما همه با هم فک و فامیل هم بخونه، همه با هم دیگر نمیشناسن. این یک نفر یا این سه نفر از این 30 نفر چند نفر رو آلوده کردن؟ یک دوم اینه که تو خود بیمارستان چند نفر رو آلوده کردن. اینه که وقتی میگن کادرهای پزشکی کادرهای پرستاری مریض شدن یا شما میگید 7000 نفر شدن، و علتش هم همینه که پرستاران استان یزد، خوزستان، کرمان، مرکزی، خراسان، آذربایجان غربی اومدن تو خیابون بدن مطرح میکنن، به درستی هم مطرح میکنن. ما هر موقع میرفتیم داخل یه دونه یه مریض که مریض ما میگفتیم مثلا فرض کنیم یه بیماری باگیر داره، همه چیزامون همونجا مینداختیم تو، میمدیم بیرون و دستانو میشستیم میمدیم بیرون. حالا وقتی شما وارد میشید و یه ماسک دارید، خب مسلمه. چرا اینه میخواید بدید دیگه پولو بدید برای یزید و امام حسین رو نمیدونم امام حسن درست کنید؟ ماسک بدید به اون کسانی که میخوان از شما نگهداری بکنن. درست مثل همون چیزی میمونه که گفتم میگن که بهشت زیر پای مادرانه، ولی مادران یک هفتم ارث رو میبرن. ببینید دقیقا ما توی چیز بهش میگیم، در عربی بهش میگن منافق دیگه، خودشون دیگه، یعنی کسی که یه حرفی میزنه یه عمل دیگه، اتفاقا خودشون دارن همین کارو میکنن، یعنی یه نوع اپورتونیستایی هستن. و همین خاطر پزشکان هم در ایران چیز میشن، یعنی دارن ضربه میبینن. از یه طرف دیگه من یاد بابام میندازم، شما یه حرفی شما من یاد بابام میندازم. بابای من تو کارخونه چیتسازی کار میکرد توی خیابون ری، میدونید یا نه، طرف شابدل از این بالا بیمار، اگه اشتباه نکنم کارخونه چیتسازی ممتاز بود. بابای من وقتی صبح میرفت ساعت 5 میرفت ساعت 2-3 بعد از ظهر میمد، شبا میمد میشه بعد از ظهر هم من کار میکرد، یعنی برای اینکه خرج خونه رو در تعداد ما 8 نفر بودیم دیگه. در نتیجه بابای من وقتی 8 شب میمد خونه همیشه داد میزد. 6 روز هم در هفته کار میکرد دیگه، یعنی شما نگاه بکنید بابای من همش کار میکرد. وقتی میومد خسته بود، وقتی میومد کوفته بود. من نمیخوام بگم بابای من آدم به بدی بود، آدم خوبی بود، اصلا بحثمون نیست. شما بحثتن که یه آدمی صبح ساعت 5 میره ساعت 8 شب میاد، 6 روز هم در هفته کار بکنه، خب بدنه، تنه، تن خسته میشه، روان هم خسته میشه. بعد چیزی که شما مطرح میکنید در ایران پرستاری، همونجوری که دفعه پیشم یه خود توضیح دادم، بخش خصوصی داره، بخش دولتی داره، بعد بعضی وقتا پیمانی هستن اینا، و بعد اینا سعی میکنن 89 روزش بکنن، یعنی سه ماهه نکنن، که اگه سه ماهه بکنن اینا چی چیز بهشون برسه، به صلاح پزشکی بهشون میگیره، بیکاری میگیره، فلان میگیره. اینا رو 89 روز میگیرن بعد ولشون میکنن، دو روز بعد دوباره استخدامشون میکنن. الان مردم به سطوح اومدن، میبینن که اولا که کارش مشکله، بعد نمیدونم، حالا حتما شما میدونید حقوقا 2-3 میلیون تومنه، 2-3 میلیون تومن واقعا پول ناچیزی هست برای یه کسی که اینجوری بخواد کار بکنه، با مرگی داره برخورد میکنه. ولی واقعا درود به همون پرستارها. پرستار وقتی صحبت شما میکنید، وقتی پزشکانی که شما صحبت میکنید، مثل پزشکی که توی نیشکر هفت تپه بود که اخراجش کردن فقط به خاطر این که میخواسته از کارگرا دفاع بکنه، یعنی اینها کسانی هستن که برای مردم هستن، با مردم هستن، در کنار مردم هستن، و به خاطر همین خیلی از این پرستارها واقعا میبینن که کاری نمیتونن بکنن. مثل اینکه شما میتونی میخوای یه کاری بکنی، نمیتونی بکنی، بیشتر زجر میکشی. وقتی شما میری بیمارستان میبینی یه دونه ماسک بهت بیشتر نمیدن در عرض روز، نمیدونی چیکار بکنی. ببینید، غیر از مسئله پرستاران که خب به هر حال شما به خیلی از جنبه‌های اون خیلی خوب اشاره کردید، اتفاق دیگه‌ای که داره توی ایران میفته مسئله برگزاری کنکور توی یه همچین شرایطیه، و خب تعداد کسانی که توی کنکور هم شرکت میکنن که یکی و دوتا نیستن، ماشاءالله ماشاءالله الان دیگه به میلیون و خورده‌ای رسیده. اون موقعی که ما جوان بودیم ماکسیموم 20,000 نفر داوطلب دانشگاه بود، الان از میلیون و میلیون و نیم و اینا گذشته، و خب مجبورن اینا رو توی سراسر ایران تو مراکز مختلف یه جا جمعشون بکنن برای اینکه بتونن این مسئله رو انجام بدن. اینم باز دوباره یکی از اون عملکردهای ایرانی که
من میخواستم ببینم واقعا کار درستی میکنن اینا. البته میتونید بگید کدوم یکی از کارهای این دولت درست بوده، ولی من اون تصمیماتی که اینا میگیرن مغز و آدم رو به دوران میندازه. بله دقیقا، من خیلی خوشحالم که میبینم که در شما خنده وجود داره و واقعا خوشحالم که میبینم که حداقل تو این دنیای کوچیکی که داریم و فاصله چنان بزرگی داریم دلهامون به هم نزدیکه و چقدر خوبه که میبینم که بعضی چیزها رو ما به خوبی میگیریم، به خوشی میگیریم. هر خبری که میاد من هر موقع نگاه میکنم این خبرها منو بیشتر نگران و غمگین میکنه، ولی خیلی خوشحالم که آدم وقتی میبینه بالاخره امیدی داره به آینده، امید داره به بشریت، امید داره به برابری و زندگی که زیباست. واقعا زندگی واقعا زیباست. زمان شما 20,000 نفر بود کنکور، زمان من 500,000 نفر بود. چون من یادمه که تو رشته که من شرکت کردم من دانشجوی روانشناسی بودم و یادم میاد که 100,000 نفر شرکت کرده بودم، من نفر فکر میکنم 3,900 بودم که همونجوری که خودتون میدونید سال 59 جمهوری اسلامی اومد و دانشگاه ها رو بست. اولا که برای جمهوری اسلامی همونجوری که گفتیم جمهوری اسلامی برایش تحصیل مهم نیست، علم مهم نیست، مردم هستن که دنبال علم هستن، مردم دنبال تحصیل هستن. اگر خیلی ها میرن دنبال تحصیل میگن شاید یه امیدی باشه بتونیم از ایران خارج بشیم، بتونیم تحصیلی داشته باشیم، چون توی ایران به قول معروف اگه شما ریش داشته باشید میتونید کار بکنید، اگر قم و خیش داشته باشید میتونید کاری بکنید، ولی اگر تحصیل کرده باشید کاری نمیتونید بکنید و این اگر بخوام بیان خارج از کشور کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه تحصیل کرده باشن. در چه مسئله کنکور رو که مطرح میکنید این دقیقا تو خود آمریکا هم مسئله پیش اومده. تو جورجیا این دعواییه که بین دونالد ترامپ و دیگران برقرار شده و دونالد ترامپ مطرح کرده که درها رو باز بکنید، مدرسه ها رو باز بکنید و شهر که ایالت جورجیا این کارو کردن و 11,000 نفر اگر اشتباه نکرده باشم 11,000 تا بچه و معلم و یا 1,100 نفر دقیقا نمیدونم، ببخشید منو، ولی تعداد 1,000 نفر هم که گفته باشیم مبتلا به کرونا شدن. ببینید بحث بر سر این نیستش که کنکور بذاریم یا نذاریم. خب مسلمه باید دانش باشه. اگه شما خوبم دقت بکنی اولا که اینا موقعی که اومدن توی مملکت اولین کاری که کردن چراغ برق رو قطع کردن، کنترل برق رو قطع کردن، دانشگاه رو سریع بستن. چرا؟ چون شما نمیدونم بودید تو ایران نبودید یا چجوری بود، ما که دانشگاه بودیم دانشگاه مرکز تجمع بود، مرکز تجمع انسان بود، مرکز تجمع دانش بود. و اتفاقا اگر صحبتهای خمینی دجال رو شما خوب گوش بکنید ببینید خمینی برگشت که هرچی میکشیم از این دانشگاهی هم میکشیم. بنابراین اینها براشون مهم نیست که دانشگاه باز باشه نباشه. الان شما دانشگاه رو نگاه، دانشگاه اصفهان رو نگاه کنید، الان اینا براشون مهم نیست که کنکور برقرار بشه یا نشه. اتفاقا اگه کنکور هم برقرار بکنن سعی میکنن اون دانشجوها رو مبتلا بکنن. به نظر من همون کاری که دونالد ترامپ داره اینجا میکنه، میگه برای باز بکنید بچه‌ها برن در درس بخونن، ولی هیچ گونه ممانعت نمیذاره. برای مثل اینه که شما بگید آقا مثلا بس کن برو تو خیابون، برو تو بیابون، ولی کفش باد نکن. خب مسلمه که اون پا زخم میبینه. در چه واقعا سردرگمی که مردم دارن اینه که رژیم جمهوری اسلامی ایران و رژیم جنایتکار آمریکا هر دوتاشون دست در دست هم دادن و سعی میکنن انقدر این مسئله رو کش بدن که صدای مردم بخوابه. ببینید یه مسئله هم خیلی مهمه به نظرم. الان مردم میخوان بیان توی خیابون توی آمریکا به خاطر کرونا نمیتونن بیان. توی ایران مردم اومدن توی چی؟ توی اعتصابات و تظاهرات نمیتونن بیان بیرون. واقعا هم حق دارن. مثل این میمونه که شما الان مطرح میکنید میگید که کرونا و مردم، مردمی که گرسنه هستن یا از گرسنگی باید بمیرن یا از دست کرونا. مردن از طرف گرسنگی حتمیه، کرونا امکانه. حالا شما به من بگو، شمایی که پول نداری مجبوری بری کار، مثل همون بچه‌ای که نمیدونم شما عکسش رو دیدید، بچه 5 ساله‌ای که داره آشغال جمع میکنه، نمیدونم چیزای جمع میکنه، حلبی و پلاستیک جمع میکنه و نمیتونه بلند بکنه،
این بچه میگه من اگه برم خونه گرسنه باشم میمیرم، بیام بیرون امکان داره کرونا بگیرم. حالا من و شما باشیم که چی میگیم؟ از امکان که بهتره که آدم سراغ امکان بره تا سراغ حد. به همین خاطر مسئله کنکور برای دولت جمهوری اسلامی نه تنها ارزشی نداره، بلکه پشیزی هم براش ممانعت نمیذاره. به همین خاطر واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیکنه برای کرونا، هیچ کاری نخواهد کرد برای کرونا، و همش هم وای میستن. و نمیدونم برای شما شنیدی یا نشنیدی، تو ایران میگن که ما واکسنش کشف کردیم، یا آقای تازگی اومده میگه زهرش به وجود آوردیم، یا دونالد ترامپ هم همون قرصی که خودش تجویز میکنه، یا یه چیزی که جدیداً مطرح کرده گفته اشعه ایکس که میزنید خیلی چیز داره میکشه. بعدم یه چیز جالبی هست، دقیقاً یه چیزی هست به اسم خانمی هست به اسم سارا کوپر، اگر خب بینندگان شما تونستن ببینن، خیلی قشنگه، خیلی کمدیه، و کمدی نیست به مفهوم کمدی ها، واقعا تراژدیه. همون چیزی که خمینی مطرح میکنه دقیقاً از دهن دونالد ترامپ هم در میاد. میگه اشعه ایکس بدن رو مثلا فرض کنیم این کار میکنه، حالا یا از طریق چیز وارد بدن وارد کنه، یا از طریق دیگه ای وارد بکنه، یعنی از کجا، از همون چیزی که بنفشه و نمیدونم شطور و نمیدونم این چیزا رو مطرح میکنن. اینه که هر کاری که دارن میکنن به نظر من اشاعه کووید 19 است، اشاعه کووید 19 است. ببینید مسئله اینه که کنکور یکی از اتفاقاتیه که داره میفته توی ماه اواخر مرداد و اوائل شهریور، ماه که من و شما راجبش صحبت میکنیم. یه مسئله دیگه گرده همایی های مذهبیه. خب میدونیم که بسیاری از مردم ایران جدا از فلسفه جمهوری اسلامی از زمان شاه هم خب مذهبی بودن و مراسم مذهبیشون رو به جا می آوردن، ولی این رژیم داره تشویقشون میکنه که برای تاسوعا عاشورا مثلا مساجد یا اماکن مختلف مذهبی که معمولا تو این نوع از مراسم مذهبی جای اجتماعی اینا جمع بشن و بتونن خب اون سخنرانهای خودشون هم که به هر حال شما بهتر از من میدونید که راجع به چه مسائلی حرف میزنن وقتی که مردم رو جمع میکنن. اینم یکی دیگه از جنایاتیه که این رژیم داره قائل میشه و زیر نقاب مذهب و دولت مذهبی و شیعه و امثاله هم مردم رو واقعا داره به کشتارگاه میبره. دقیقا. ببینید یک واقعیتش اینه که من شدیداً معتقدم مذهب افیون جامعه است. یعنی صادقانه بگم با تمام سلولهای بدنم معتقدم که مذهب و نجات پرستی افیون جامعه است. یعنی شما اگر اولا که اینا طوری حرف میزنن بعضی وقتا که من موندم که اینا چقدر از بهشت انگار توبت میکنن، انگار خودشون دو بهشت بودن الان اومدن بیرون، تمام جاده خاکی های بهشت رو هم میدونن، و بعد طوری صحبت میکنن از امام حسن و امام حسین و تقی و نقی و نمیدونم از تمام انصارشون که یادشون میره که در معصومه رو، در مقبره یا سنگخونه معصومه رو توی قم بستن به خاطر اینکه کووید 19 نمیتونست کاری واسش بکنن. خود مکه رو هم بستن. ببین وقتی مکه، بهشت، لاس وگاس، جهنم بسته باشه، تنها راه نجاتش علمه. حالا اینا اومدن چیکار بکنن؟ برای اینکه ذهنها رو عوض بکنن، جنگ به وجود، برای اینکه ذهنها رو به وجود چیز بکنن، عوض بکنن، نجات پرستی رو به وجود میارن. من یادم زمانی که توی بم بود، اون زلزله بم به وجود اومده بود، یه سری بچه های افغانستان اونجا بودن و حتی به صورت مستقیم شنیدم جنگ ضد افغانی به وجود آوردن برای اینکه به این بچه ها کمک نکنن. اینها بهانه هایی که مسیر اصلی اجتماع رو عوض بکنن. و اتفاقا خمینی به تنها یک حرف درستی داره که بگم یه ترازنامه درستی داره، این بود گفت این دفعه اسلام در خطره. ببینید این دفعه اسلام در خطره، واقعا درست میگه. به نظر من مردم ایران این داره سعی زیادی میکنه
که امام حسین و حسن و تقی و نقی و خدا و پیغمبر بکشه وسط. ولی همین جا من دوباره اصرار میکنم، تأکید میکنم، با قیچی نمیشه هندونه برید، با چاقو باید برید. پیچ چارسو رو فقط با پیچ کشتی چارسو میشه باز کرد. از احتمالات نمیگم، از استثناها نمیگم، عموما دارم میگم. ممکنه یه کسی مثلا یه زنجفیل بخوره خوب بشه، بحث اون نیست. علمی که پاسخگوی معضلات اجتماعی است، و این علم روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، بهداشت هست، اقتصاد هست. شما وقتی سرطان دارید باید متخصص سرطان شما رو معالجه کنه. ممکنه دانشش نداشته باشن، ممکنه کشف نکرده باشن، ولی تنها راه نجات انسان از ایبولا، HIV، ایج، نمیدونم سارز، نمیدونم وبا، آبل مرغون، هرچی زنا، هرچی که بگید، تنها راش علمه. و اینها میخوان منکر بشن. به نظر من یکی از خوبی های کووید 19، اگر بگم خوبی وجود داره درش، ثابت کرد که امام محمد، میگم تو دنیا محمد ابن عبدالله به درد نمیخوره، محمد زکریای رازیه که به درد میخوره. ما به محمد زکریای رازی احتیاج داریم، نه محمد ابن عبدالله. چون اگه محمد ابن عبدالله میتونست این کارو بکنه، نوش رضا تو مشهد نمیمرد، خواهرش توی قم وسط راه نمیمرد. اگر اونا میتونستن مداوا بکنن، الان در دردشون رو تخته نکرده بودن. به همین خاطر جمهوری اسلامی، گفتم تنانی و روانی، داره سعی میکنه روانها رو بخره. امیدوارم که مردم گوش بکنن، برن دنبال این که چجوری میشه مداوا کرد. و اتفاقا نمیدونم چی بود که فکر کنم سازمان پرستاری هست توی ایران، در سایتی هم دارن، ایشون هم مطرح کرده بودن که آقا جون مادرتون نکنید این کارا رو. پزشکان ایرانی اومدن میگن آقا جان مادرتون این کارو نکنید، نرید توی خیابونا. و یه مش ابلهی که گفتن مردم چه وقت خواب عکس آقا تو ماهه، الان همون رو دوباره دارن تکرار میکنن و دارن برمیگردن روی این قضیه که ممکنه این شل زرد امام حسن یا نمیدونم خورشت بادمجون امام حسین مثلا ممکنه نظری باشه یا من نمیدونم. واقعا فکر کنم که این حماقت رو ما تو آمریکا هم داریم. این حماقت رو دقیقاً توی نمیدونم، شما حتما میدونید این قضیه رو، یکی دو هفته پیش ایالت کالیفرنیا، تگزاس، آریزونا و فلوریدا در عرض یک روز 52,000 نفر مثبت شدن. علتش این بود که گفتن ماسک میخوایم چیکار کنیم، بریم توی آب. بعد شروع کردن به پار رفتن و خوردن و نوشیدن. 52,000 نفر که یه سرشون دارن گریه میکنن، میگن آقا میخوره بچه مسلمان ها به پیر به پیغمبر، این واقعیه، کشف نیست، همینجوری نیست، بدن رو محاصره میکنه، امام رضا هم شفاتون نمیده، انجیل هم کاری نمیکنه، موسای کاظم و موسای نمیدونم فلان هم کار نمیتونه بکنه. بریم روی اصل مطلب، و اون اصل مطلب اینه که با مسئله علمی برخورد بکنیم، طبی برخورد بکنیم، بهداشتی برخورد بکنیم. و اگر واقعا دلمون برای مردم میسوزه، سعی کنیم این رو اشاره بدیم که بریم ممانعت بکنیم از اینه که اینا وارد منزل ما نشن. از شر آخونده باید راحت بشیم، از شر ویروس باید راحت بشیم. تنها راه نجاتمون از شر اینا آزاد شدن. خیلی ممنونم. ببینید توی این چند دقیقه باقی مونده از وقتمون و با توجه به اطلاعات زیادی که شما از آمریکا دارید، یه مقدار میخواستم با بینندگان ما بر سر کارنامه ترامپ و مقابلش با پاندمی کرونا صحبت بکنیم. در نظر داشته باشیم که خب تا چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع میشه. ایشون بارها ماسک نزدن رو تشویق کرده، البته یکی دو بارم جست ماسک زدن داشته و اومده جلوی دوربین تلویزیون برای اینکه بتونه بعدم بگه که من خودم هم ماسک میزنم.
اما توی همین چند ماه گذشته غیر از این مسائلی که داریم و وقتی به واکنش سیاست‌های ترامپ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مثلا در مورد مرگ جورج فلوید، اون کسی که با زانو پلیس روی گردنش نشست و بعد از 8-9 دقیقه ایشون از این دنیا رفت، خب دیدید که ترامپ نظرش چی بود و حتی اعتراضاتی که تو شهرهای مختلف میشد رو گفت که من سرکوب میکنم، نیروی فدرال میفرستم و امثال هم. بنابراین اگر من بخوام اینا رو بشمارم شاید به این چند دقیقه وقتمون کفاف نده، اینقدر زیاده کارهایی که این آدم کرده. شما فکر میکنید که آینده به اصطلاح انتخاباتی آمریکا و همینطور با توجه به این که با مسئله کووید 19 روبرو هستیم، با تنش‌های نژادی و نژاد پرستانه روبرو هستیم، چه اتفاقاتی فکر میکنید که توی آمریکا داره میفته؟ اولا که من نمیدونم آینده چی پیش میاد، چون واقعا برخلاف بعضی که میگن آینده یه همچین اتفاق میفته، من واقعا نمیخوام بگم چه اتفاق میفته. اون اتفاقاتی که الان میفته برام مهمه و آینده نگر هم نیستم. اولا دونالد ترامپ یه اعجوبه بسیار جالبیه، اعجوبه‌ای که مثل من اونو بیشتر به احمدی نژاد تشبیهش میکنم. اگه بخوام به ایرانی ها مثلا توضیح بدم، اعجوبه‌ای که هرچی از دهنش در میاد میگه و هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیره. یعنی مثلا و مثل این که میگه مثلا میخوام بزنم اسرائیل رو مثلا با خاک یکسان بکنم، که البته خب اون باعث میشه که آمریکا 4 میلیارد دلار به عربستان مثلا اسلحه بفروشه، یا اسرائیل مثلا فرض کنیم که یه جسی بگیره و یه حمله بکنه مثلا به فلانجا مردم رو بکشه. احمدی نژاد هم دقیقا این همین بود و این هم این احمدی نژاد. دونالد ترامپ اولش که اومد گفت بابا مسئله کرونا این چیزی چرت و پرتیه که دموکرات ها دارن میگن، اصلا گفت دیسیش هوکس. بعدم مطرح کردش که مثل یه سرماخوردگی سالی میاد من میره و این سرماخوردگی به قول معروف چند نفر میکشه مهم نیست. بعد گفت بعدش هم مگهش گفت این آپریل تموم میشه، یعنی یه حرفا اصلا زده. یا ما گفتم که یه کسی هست به اسم سارا کوپر که واقعا زیباست این چیز خانم، من اگه امکاناتش رو داشتم اینو ترجمه میکردم زیر نویسش به فارسی که مردم وقتی نگاه میکنن یاد خمینی هم اتفاقا میفتن، یعنی دروغهایی که میگه و فردا یادش میده که دروغ میگه، که امروز هم یکی برگشت گفت این حرفی که زدی پشیمون نیستی، که اصلا جواب نداد گفت نفر بعدی. دونالد ترامپ یه عجوبه‌ایه که نمونه بارز حماقته و نه تنها نمونه بارز حماقته بلکه بر حماقت مردم سوار میشه. ببینید مثلا فرض کنیم که شما وقتی میبینید توی ایران مردم میرن مثلا توی ماه مثلا الان محرم که میشه میرن سینه میزنن، خودشونو پاره میکنن، کلهشونو میزنن، از این کارا میکنن، بعد شما یه خود فکر میکنید میگی مثلا آخه میگه مرد حسابی یا آدم نفهم بیشور این چه کاری داری میکنی، هم از نظر پزشکی غلطه هم از نظر انسانی غلطه. امام حسین هم مثلا موقعی که تو ایران اصلا چیز شد اصلا ایرانی هم مسلمون نبودن که، حالا داستان هم داری تحریم، حالا بس مذهب رو میذاریم برای اینکه یه زمانی خیلی دارم میخواد راجع به اسلام من صحبت بتونم بکنم، خوشحال میشم که بگم چون خیلی هم خوب قرآن رو بلد بودم و بلد هستم و مسئله مذهب رو میذارم کنار. ولی دونالد ترامپ دقیقاً بر همین مبنای نژادپرستی واسه ببینید 1950 توی آمریکا سفیدها با سیاها نمیتونستن قاطی بشن، یعنی اجازه نمیدادن سیاها قاطی بشن. ما داریم صحبت از این میکنیم که من به دنیا نیومده بودم، ولی سال مثلا 1960 سیاها اصلا نمیتونن تو ماشین سوار بشن. من 18 ساله بودم در 1968 اون طرفا، که نگاه میکنید میبینید که سیاه پوستا میرن میگن I am a human، یعنی منم آدمم. مثلا عکسای زیادی هستش دیگه، سیاه‌پوستان میان و مطرح میکنن که ما هم آدم هستیم،
حالا این زمان زمان من هست، یعنی زمانی که من به دنیا اومدم مثلا. حالا زمانی که من به دنیا اومدم، اون بابای من اون موقع سفید پوست را نمیداده تو خونهش، سفید پوست تو رستورانش نمیذاشته. مثلا یه داستانی هست، یه چیزی هست، یه پسری بود توی شیکاگو، میره جنوب که مادر بزرگشه ببینه. امتیل بهش میگن، امتیل. امتیل میره مادر بزرگش میره توی رستورانی که اون بر سفید بودن یا سیاه بودن، به جرم این که به زن یک پسری سفید پوستی نگاه کرده لبخند زده، میکشنش. فقط این که تو به اون نگاه کردی و به این زن من یا نگاه کردی و لبخند زدی، میکشنش. یا به قول شما این جورج فلوید که نگاه میکنید، میگه I can't breathe، نمیتونم نفس بکشم، گذاشته اونجا در دورانی که سلفون وجود داره، یعنی همه دارن عکس میگیرن ازن. در این دوران نگاه میکنیم، میبینیم تبعیض‌های نژادی وجود دارن. حالا تو این شرایط، حالا من یه بحثی بود که من با یه آرش کمانگیر کردم، یه خوره بیشتر توضیح دارم، اگه روزی هم بشه اینجا بتونم توضیح بدم، زندان‌های اینجا چجوری هست، نابرابری‌های اجتماعی چجوری هست. بعضی چیزا هست من بهش میگم visible discrimination، یکی هم از unvisible discrimination، یعنی نهانی و عیان، مثلا نجات پرستی عیانی و نهانی. به قول مردم، شما وقتی اینو نگاه میکنی، دونالد ترامپ نمونه بارز اون نجات پرستی هست. و شما وقتی نگاه میکنید فلوریدا و تگزاس و نمیدونم آریزونا رو که نگاه میکنید، میبینید چقدر سریع رشد میکنه تو اونجا، بخاطر که مردم براشون مهم نیست. و اینا اینقدر احمق هستن، صادقانه میگم، اینقدر احمق هستن، میگن وقتی ما ماسکو میذاریم یعنی چی؟ یعنی جلوی صحبت من میگیری، من نمیتونم صحبت بکنم. در صورتی که شما وقتی ماسکو میذارید، میخواید این بزاق دهنیتون به طرف مقابل نره، اصلا ربطی به چیز نداره. این همون مسئله امام حسینی که مطرح کردم. به همین خاطر دونالد ترامپ به نظر من نمونه بارز نجات پرستی هست، نمونه بارز حماقت هست، همونجوری که احمدی نژاد و امثال هم هستن. برای این که اگر احمدی نژاد بره جاش خاتمی بیاد یا روحانی بیاد، فرقی خواهد کرد؟ به نظر من فرقی نخواهد کرد، چون نظامه عزیز من. خیلی ساده گفتم اولش، وقتی بیمارستان خصوصی هست، اگر خاتمی هم که بیاد هیچ کار نمیتونه بکنه. تنها کاری که خاتمی میتونه بکنه اینه که در مردم این توهم رو به وجود بیاره که آزادی بیشتر شده، من میتونم مثلا موامو یه خود بیشتر نشون بدم. مردم این توهم براشون پیش میاد که چی؟ در زمان خاتمی آزادی خود بیشتر شده، انگار آزادی وجود داشته الان بیشتر شده. الان با آمدن دموکرات ها تغییرات اساسی در بافت اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه اتفاق نمیفته واقعا، چون بیمارستان خصوصیه، کایزر خصوصیه، تمام کالیفرنیا رو گرفته رفته تا واشنگتن هم رفته، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. یا مثلا فرانسیسکن هاسپیتال مثلا نگاه کنید، فرانسیسکن هال هلث کیر نگاه میکنید، تمام مثلا ایست کوست رو گرفته، طرف شرق آمریکا رو گرفته، هیچ تغییری نخواهد کرد. حالا اگر این کاری که دونالد ترامپ داره میکنه بر حماقت مردم مستواره، داره سعی میکنه اون بخشی رو که احمق هستن و بی سواد هستن، و من صادقانه میگم، من رک دارم صحبت میکنم، بی شعور هستن و نمیدونن چجوری ممانعت بکنن از این قضیه، نه به اسم اسلام بلکه به اسم نژاد، داره این چیکار میکنه، داره باز میکنه. آیا انتخاب میشه یا نمیشه اون بحث دیگه است، ولی به نظر من بحث این که انتخاب بشه یا نشه مهم نیست، مهم اینه که چه عملی رو در رابطه با کرونا و کووید به وجود میارن، و کاری هم نمیتونن بکنن. همونجوری که اولش هم مطرح کردم، تنها راهش اینه که از شرشون راحت بشید. کووید چجوری به وجود اومد من نمیدونم، واقعا هم نمیدونم چجوری به وجود اومد. فقط اگر حسن بیاد یا حسین بیاد برای من فرق نمیکنه، این کووید رو ما چجوری میشه مشترش راحت بشه. ولی به نظر میاد که دموکرات ها بیشتر در این مسئله هستن که بخوان این مسئله رو بیشتر کنترل بکنن. خیلی ازتون ممنونم، فداتون بشم. شما که صحبتاتون خیلی جالب و همه‌جانبه و مشترک، امیدواریم که در برنامه‌های بعدی هم شما رو داشته باشیم. خوشحال میشم. تا برنامه بعدی، بدرود.
ممنون از شما، تشکر میکنم از این وقتی که بهم دادید. همیشه پاینده باشید، امیدوارم مثل همیشه پایدار باشید، اگرچه میگم خوش نیستید ولی خوب سلامت باشید، و واقعا دمتون گرم که اشاعه میدید این آگاهی رو، و امیدوارم که همیشه شما و همه اون کسانی که این کار میکنن، من فکر میکنم تنها شما باشید، همه اون کسانی که دارن انجام میدن پایدار باشن در اشاعه آزادی، برابری و انسان دوستی. و یادمون نره که انسان‌های بسیار خوبی هم تو همین مرداد ماه و شهریور بودن که اعدام شدن، از یاران شما بودن، از یاران ما بودن، همه اونها یادشون گرامی باشه. و تمامی اون کسانی که در راه انسانیت خدمت میکنن، پرستارها، کادرهای بیمارستانی و انسان‌های خوبی مثل شما و همکارانتون، ازتون واقعا تشکر میکنم. ممنون از اینکه این وقت بهم دادید. خواهش میکنم.